بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. انکشافات اخیر سیاست در افغانستان تا حدود نامید کننده بود. تنش امنیتی، شدت جنگ ها و عدم پیشرفت در حوزه صلح نقطه هایی بود که مردم وادار به فرار از افغانستان به خاطر زنده ماندن میکرد. اما نشانه های از پیشرفت ها هم هست، خوشبینی ها هم هست، روزنه هایی که اگر غنامند شوه و به او یک مقدار توجه شوه زیاد، میتونه که مجموعی فاکت های منفی را یا مجموعی ای چالش ها را به یک فرصت هم تبدیل بکنه. نشست اخیر سه جانبه آقای اشرف غنی رئیس جمهور، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نشانه ای از پذیرش برخی از موارد کلان از جانب آقای غنی است. رفتن به یک حکومت بی‌طرف و نشانه اول عقب نشینی از قدرت، نقطه که مورد انتقاد خیلی جدی بود. چقدر این نشانه ها امیدوار کننده است و میشه بر پای از او اعتماد کرد؟ و نهایتاً بحث ایجاد یک شورای بزرگ نظارتی از حکومت بی‌طرف که از جمع افراد بی‌طرف ممکن توافق شوه تا چی میزان میتونه کارساز باشه در حوزه صلح افغانستان و پای طالبا را به توافق کلانتر بکشانه. موردی که میخوایم شما سرش بحث بکنیم. با ما جناب آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هستن. بسیار تشکر که ما را پذیرفتین. سلامت باشید. پرسون خوست ما در مورد نشست دقیق موردی که مطرح شد بین شما آقای غنی و آقای کرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. نشستی که ما از او راضی است، توافقات مهمی هم صورت کرد که اگر همه اطراف به او صادقانه التزام و تمکین داشته باشند، ما را کمک میکنه در رسیدن به صلح، در تغییر مثبت در وضعیت، خاتمه جنگ، و اینکه بتانیم از استانبول با دست پر برگردیم. این نشست اصلا زمینه سازش نوشته آقای اشرف غنی بود در فارن افیرز مجله امریکایی. این باعث شد که نشست صورت بگیره. توافقات مهمی که در این نشست داشتیم بعد از بحث طولانی، تشکیل یک حکومت انتقالی قابل قبول برای همه که مدتش کارش هم کوتاه و غیر ائتلافی بدون اینکه قدرت بر احزاب توزیع شود و تقسیم شود، مشتمل بر شخصیت‌های قابل قبول برای همه. تنها برای یک فرد نه، بلکه برای یک تیم توافق شد که این تیم مجموعی حکومت انتقالی را بسازد. در کنار حکومت انتقالی و این تیم جمع احزاب سیاسی نیست، وابسته نیست، افراد بی‌طرف به هیچ گروه سیاسی مربوط نیست، و اگر مربوط هم است قابل قبول است برای دیگران. مواصفاتش میتوان به شکل نهایی داد و بحث نشست و توافق کرد که چه مواصفات را باید در نظر بگیریم. به هر صورت باید از شخصیت های غیر متنازفی باش، قابل قبول برای هم، برای یک تیم باید توافق صورت بگیره که همین تیم مجموعی حکومت هم بسازن، کابینه، والی ها، سفرا و پست های مهم دیگه حکومت. وظیفه حکومت هم برگزاری انتخابات است، انتخابات بر ریاست جمهوری، پارلمان و شورای محلی، شورای ولسوالی ها و ولایات. در کنار حکومت باید شورای عالی دولت تشکیل شود، شامل شخصیت های محدود و رهبران احزاب تاثیرگذار، شامل رهبران جهت های تاثیرگذار، درست‌تر است به جایی که بگویم احزاب تاثیرگذار، به شمول طالبا. تعدادش هم میرسه به 7-8 نفر. و
با این طرح میریم به نشست استانبول با اراده و عزم رسیدن به صلح و توافق. به توافق صورت گرفت. آقای اشرف غنی با الفاظ سریع گفتند که به عنوان رئیس جمهور با این طرح موافق است و موافقی جناها، گروها، شخصیت‌های شامل دولت را هم حاصل می‌کند. همه این کارها هم در ظرف 8 روز انجام می‌شود. و نشست با رهبرای احزاب تاثیرگذار هم در این مدت باید برگزار شد. که در مورد وضعیت طرح صحبت‌های صورت می‌گیرد. در این زمان ضرورتی احساس شد که ما باید از اراده و نیت اصلی طالبان هم مطلع شد. چی میخواین؟ شرایطشان چی است؟ آیا آمادن به یک سل؟ باید تره؟ حالی که تقریبا همه خواستای اونا برآورده میشه. نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنه. حکومت فعلی تعویض میشه به یک حکومت قابل قبول برای همه. شورای عالی دولت تشکیل میشه، اینا هم عضو شورا هم. زندانیشان هم رها میشه. از فهرست سیاه ایالات متحده امریکا هم نام رهبرانشان خارج میشه. چی مانده؟ پیش از اونا چی میخوان؟ ایره نمیتوان با در نتیجه بحث با هیاتای طالبا در دوها و استانبول پی برد. باید یک نشست با رهبران درجه یک امارت اسلامی طالبان صورت. یک مقدار پیچیده هم هست. البته پرسش بدن مطرح میشه، اما در قدم نخست آیا آقای غنی قابل باور مخصوصا بر شما هست که یک شکست و ریخت در توافق قبلی با اونا داشتین و بس دوم هم 8 روز از این نشست گذشت نتیجه؟ باید عرض کنم صادقانه که ما اصلا گذشته را در نشست فراموش کردم. قطعا به هیچ قضیه گذاشتم نپرداخت. به یکی معایده بین ما و شما بود، به التزام صورت نگرفت، بند بندش زیر پاشت. قطعا به هیچ یکی از بخشای معایده و حتی در رابطه با ماضی صحبت نشد. خواستیم ترکیز ما بیشتر فقط بر موضوع صلح باشد. رسیدن به صلح، خاتمه جنگ، که رو صدها افغان به خاک و خون میگلتن. ما نیشهیم. مسئله اعتماد و باور زیاد هم مطرح نیست، مخصوصا در قضایای سیاسی. ما یک توافق کردیم، برای از هم یک تقسیم الاوقات تعیین شد بنابر پیشنهاد خود آقای اشرف غنی. در ظرف 8 روز باید اقدامات عملی در رابطه با تمامی مسائلی که در اینجا توافق شد، میتونم بگویم 100% توافق. توافقی هم به 8 روز هم تکمیل شده فکر کنم. به هر صورت کارهای صورت گرفته و مثلا چی کنیم؟ اونا نشست های با شخصیت ها و گروه های شامل دولت داشتن. امیدواریم که طبق معایده یا توافق که صورت گرفته گام های بعدی هم برداشته شد. القرار به تا 8 روز؟ بله، ما محکم استادیم، بعد خود وفا میکنیم. یکی از چیزی که برای ما بسیار ارزش داره، ارزش دینی، معنوی، اخلاقی، استادن بر تعهد است، وفا به عهد است. ما بعد خود استادیم. البته القای وجود داره که میخوان، القای شرور که میخوان مانی توافق شوند، خواهان ادامه جنگند، با صلح معنی خوب ندارند. القا در درون حکومت یا بیرون؟ در درون حکومت هم و در بیرون از حکومت هم. امیدواریم همه به یه هم متوجه باشه که این القا نتوانه مشکل ایجاد کنه و این توافق رو با معانی رو برو. لااقل فکر میکنین که آقای غنی با یک توافق کلانی که با شما کرده بتانه موافقه دو معاون خود بگیره، مخصوصا آقای صالح را، یا نه؟ باید. او رئیس جمهور دو معاون است. و
در هر تصمیمی هم که در رابطه با جمهوریت گرفته میشه هر شب رئیس جمهور نماینده است نماینده با صلاحیت میتونه در رابطه با قضایا تصمیم نهایی را بگیره و اگر با یک رئیس جمهور هم میشنه معاونین خود نمیبره با خود که حتما موافقی اون هم شرط باشه و به عنوان رئیس جمهور میره و با یک کشور هم با مذاکره میشنه و توافقات را هم امضا میکنه به این ترتیب در این مثلا آقای اشرف‌غنی از مجموع دولت نمایندگی میکنه به شمول کابینه، به شمول پارلمان، به شمول مشان و جرگه همه ادارات و تشکیلات دولت درست نیست که متاسفانه مخالف همه اصول که در گذشته ما شاید وضعیتی بودیم که در کارهای بسیار کوچک کوچک هم باید دو نفر، سه نفر برن یک جایی اگر بر سینه یک سفیر هم مدال نصب میکنه باید دو نفر مصروف باشند در دو طرف سفیر مصروف نصب کردن یک مدال و اگر به بروکسل هم میرند در یک اجتماع بین‌المللی خیلی مهم باید دو نفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دو برن و رئیس اجرایی هم باید جلو باشه رئیس جمهور هم عقبش این سنت را باید بشکنانیم رئیس جمهور کسی که رئیس جمهور را پذیرفته به عنوان رئیس جمهور قطعا مناسب نیست که شرط بگذاره که در کنارش وام باشه من برداشت کردم آقای حکمتیار ما دو دایره داریم یک دایره که حکومت است یک حکومت انتقالی است و این حکومت انتقالی متشکل از افراد بی‌طرف است که مورد توافق جریان‌های دخیل قرار بگیره من جمله طالبان و یک طرف هم شورای عالی است که نظارت کننده یا در سطح کل با این حکومت است حالا این شورا متشکل از کی هست؟ 37-38 نفر و ترکیبش که باید رسما اعلان شد ولی توافق بر تعداد و ترکیبش صورت گرفت با اختصار میتونم عرض کنم که شامل رهبران جهت‌های تاثیرگذار به شمول آقای رئیس جمهور و آقای کرزی رئیس جمهور سابق و طالبا توافق در اصل برامی صورت رو و یکی ما میریم به استانبول با این طرح واحد شامل همه مطالب اساسی که عرض کردم گره در جلب طالبان میگذاریم تلاش میکنیم که به این توافق صورت بگیریم به هر صورت موضع مشترک در اینجا همیست که ما با این طرح است مجموعه این طرف آیا اشرف‌غنی این ضرورت داره که با افراد، شخصیت ها، جناح ها، گروه ها، مسئولین شامل دولت، مسئولین درجه یک با اینا با مذاکره بنشینه، توافق اونا را حاصل کنه، یک حلقه برای بحث و مشوره با اونا داشته باشن این باید باشه در این زمان او ضرورت داره به اینکه با احزاب خارج از دولت اپوزیسیون هم و احزاب تاثیرگذاری که بر سیاست های حکومت معترضن با اینا هم یک نشست مستقل داشت این شورای عالی دولت همی زمینه را فراهم میگه ضرورت هست طبیعی است که ضرورت هست و ما بدل بحران افتیم بخاطر از این بیرون شیم آنچه که ما معلومات گرفتیم منابع ما آقای غنی، آقای کرزی، آقای محقق، آقای خلیلی، آقای دوستم، شما جمع یکی دوتا تا دیگه مشمول آقای صلاح‌الدین ربانی مشمول لست هستن آقای عبدالله دایی نیست دو پرسش آیا شورای عالی مصالحه از صحنه حذف شده دیگه میره کنار بحث‌های صلح دیگه دنبال نمیکنه یک و دوم آقای عبدالله دیگه در این حلقه نقش نخواهد داشت بله شورای عالی مصالحه به حال خود است دولت به این شورا ضرورت داره و اقدامات هم باید صورت بگیره که به یک اداره معتبر واحد در رابطه به صلح داشته باشه نه دو نه ادارات موازی شورای عالی مصالحه یکی وزارت صلح دیگه و در هر یکی هم پرسنل زیادی بودجه کافی غیر ضروری بدون هیچ کار
مثل اینکه علی شورای علی مصالح 974 پرسونل داره و سالانه ماهانه هم تقریبا $1 میلیون بودجه و کارش چی؟ ما که نمیدانم. در این مدت با همه مصارف، با همه پرسونل چه کاری را از پیش بردن؟ آیا توانسته که یک طرح عملی معقول را در رابطه با صلح را کنه؟ موازی اعضای شامل شورای عالی مصالحه را توحید کنه؟ در رابطه با صلح موازی دولت را توحید کنه؟ هیچ کاری صورت نگرفت. لازم بود که دولت یک اداره کوچک می داشت در رابطه با صلح، ولی معتبر، دارای صلاحیت که می توانست از عهده مسئولیت هم برای قطعا مناسب نبود که دو اداره موازی را درست کن و با این پرسونل کافی. ما باور دارم 74 نفر هم برای شورای عالی مصالحه بیش زیاد بود، زیاد از ضرورت، بیش از ضرورت. به هر صورت دولت به این ضرورت داره، به یک ارگان با صلاحیت معتبری دارای وزن کافی در رابطه با صلح ضرورت که عملیاتی کنه با صلح، یعنی که نظریات توحید کنه، طرح ارائه کنه، تلاشای برای تامین صلح صورت بگیره، با مخالفین تماس های مسلسل و منظم داشته باشن، دولت در جریان بگذاره، کارهای ضروری دیگری که در رابطه با صلح ضروری سر انجام بده. این اداره باید باشه. پیشنهاد ما این است که اداره را توحید کنه، مختصرش بسازیم، بودجهش کم کنه. بس ما است که اگر بودجه $1 میلیون ماهانه و 900 چند نفر که شما گفتید، 974 یک تشکیل خیلی کلان با توجه به کارهایی که شما گفتید. در صحبت روی ازی هم توافق شده که کوچک میشه و نقش دارن اون چاره میداشته باشه؟ نه قطعا در هیچ نوع صحبت در این مورد صورت نگرد. اما در شورا آقای عبدالله نیست. من نظر شخصی خود عرض میکنم که دولت به یک اداره معتبر، فعال و با صلاحیت در رابطه با صلح ضرورت داره که نظریات جهتهای شامل دولت را توحید کنه، طرح عملی و معقول در رابطه با صلح ارائه کنه، رابطه تماسهای خود را داشته باشه. اما شورای عالی مصالحه هم جزء دولت است، مثل که وزارت صلح جزء دولت است و از همه دولت در مجموع همه اداراتش آقای اشرف غنی نمایندگی میکنه. در شورای عالی دولت و اشرف غنی کافی است که از مجموع دولت نمایندگی کنه و از جمعیت هم یک فرد، یک کسی باید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی هم در شورای عالی مصالحه باشه، باید یک فرد باشه نه دو. به هم توافق صورت گرفته که باید عرض کنم که از جمعیت باید یک فرد باشه نه دو. در صحبت هایی که ما داشتیم به هم توافق شد و طبیعی امیست، باید به ترتیب باشه. من یک مثالم بر شما عرض میکنم. در سودان تقریبا بحران شبیه به افغانستان، درگیری ها، قیام ها، تظاهرات هم سال دم. بالاخره اونا توافق کردن بین ترتیب یک شورای عالی دولت را درست کردن، شامل رهبران تاثیرگذار سودان توافق کردن و جا افتاد و مشکل تا حد زیادی هم حل شد. این تقریبا تکرار تجربه موفق سودان است که مرز میکنه. یه لست 8 نفری که 7 نفرش از درون کابل است که به شمول آقای صلاح الدین ربانی که پیشتر فراموش کردم، که از جمعیت یک نفر که آقای عبدالله که در شورا نیست و جمع طالبا. حالا بس عبدالله هست، ولی آقای رئیس جمهور کسی که او به عنوان رئیس جمهور پذیرفته و از اون نمایندگی میکنه به او هست دیگه. یعنی حضور رئیس جمهور خلاصه میکنه کافی است برای حضور همه جهات های شامل دولت. 8 روز از اون نشست گذشت، شما گفتین مقدمات هم از جانب آقای رئیس جمهور ریخته شد. امیدوار هستین که شورا بتانه وجود رسمی پیدا کنه یا نه؟ اگر شنیده باشین که وزارت هم صورت گرفته که تا آخر هفته باید برخی از کارهای صورت بگیره، یعنی که یک روز دیگه هم مانده تا روز پنجشنبه. درست. انتظار میکشیم ببینیم که تاکید میکنیم به اینکه نگذارن ای بار ای توافق با یک مشکل جدید رو بروشه، باید ایجاب افته و همه طرف ها به تعهدی که کردن محکم بیستن. بدیل دیگری هم نداریم، ما چیزی برای خود نخواستیم. قبل از ایجاد کنفرانس استانبول یا نشست استانبول
نیاز میبینین با طالبا ببینین برای اقناع از اونا؟ اونا با این شورا موافقت خواهند کرد یا نه؟ یک نیاز است و ضرورت است، باید قبل از این صورت میگرفت که نشده. ما باید از عزائم طالبا کاملا واقف شد. تصمیم نهاییشان چیست؟ ارادهشان چیست؟ آزرن بسل با این او یکتره که همه خواستای اونا رو داری براورده میشه. حاضرن که باید توافق کنن یا نه؟ باید این معلوم کنیم. صحبت هم در این مورد در این نشست داشته. توافق هم بر این صورت گرفت که این کار باید شد. چگونه توسط چنو یک حیاتی با چه ترکیبی؟ کارای عملی هم در این رابطه صورت گرفته که امینه و یک نشست با طالبا داشته باشیم قبل از نشست استانبول و این یقینا ما را کمک خواهد کرد که در یک فضای روشن بریم به استانبول. فضای روشن با یک تشخیص درست از اراده و نیت طالبا. اگر توافق طالبا گرفته شد تمام چیزها حل است دیگه، فقط یک رسمیت پیدا میکنه و فقط توافق. اگر این توافق اهمیت خود داره، اگر هیئت فرستاده شود که زمینه مساعد شود بر این نشست با رهبران درجه یک طالب و در اونجا بتانه به یک توافق برسه، یقینا که ما را کمک خواهد کرد که در استانبول مشکلی نداشته باشیم و به یک توافق برسه. حالا یک بحث دیگه هم باز ارتباط با شورا میمونه. جمعیت ادای بزرگی میکنه و ادای زیر میکنه که اعضای زیاد باشه. آقای عطا محمد نور، آقای عبدالله و آقای اسماعیل خان حداقل از کسایی هستند که ادای زیر دارن که باید باشند این شورا. فکر نمیکنین که عدم حضور از اونا یک چالش ایجاد میکنه برای پذیرش یا نه؟ اینا همه یا در جمعیت هن یا در دولت، مگر هست جمعیتی که در خارج از دو باشند؟ شما از چالش های جمعیت خبر دارید؟ به هر صورت گفتم که چالش هایشان هرچه هست هست به جای خود، اما اینا یا جز دولت هن یا جز جمعیت. از جمعیت حتما یک کسی میه از همه نماندگی میکن و از دولت هم که اینا جزش هستن یک کسی هست، آقای رئیس جمهور از همه نماندگی میکن. پس مشکل در کجاست؟ یکی است که اینا کسی تمامیت خواهی داشته باشن، بزرگ بینی داشته باشن که نادرست است و قضاوت دیگر را هم باید نظر داشته باشه که در مورد بزرگی اونا چه فکر میکنه، ایره میپذیرن یا نه. ایره باید بگذاریم به انتخابات. انتخابات جایگاه هر حزب هم تعیین خواهد کرد، بزرگی و کوچکیش هم مشخص خواهد کرد، از چه تعداد حمایت مردم هم برخوردار است ایره مشخص خواهد کرد. فعلا وقتی این نیست که ما روی مسائل بپیچیم، وقتی ایست که ما باید بحران حل کنیم. به دوستای جمعیت سفارش میکنیم که مشکل درونی جمعیت هم حل کنیم، از این حالت جمعیت هم بکشن. درست نیست به چندین گروه و شخص حتی به اشخاص تقسیم شده، این حالت باید پایان ببخشن. حال باید ترکیزشان برای داشتن سهم بیشتر در حکومت و نظام و در اداره انتقالی، اینا رو باید به طور کامل فراموش کنه. اداره هم که ساخته میشه اداره غیر ائتلافی است، انتقالی است، مشتمل بر شخصیت‌های قابل قبول برای همه، بر احزاب تقسیم نمیشن. چه مشکل دارین؟ چرا باید تلاش کنین که حتما در شورای عالی دولت هم حتما از جمعیت چند نفر باشه؟ و کی است که با شما بپذیره ایره؟ که راستی هم جمعیت مستحق است به اینکه نسبت به دیگرات تعداد بیشتری داره شورای عالی دولت داشته باشه، ایره به هیچ صورت نمیپذیریم. شورای عالی مسالم به می دلیل ناکام بوده، هرگم اعتراض داشت، هرگم به می خاطر وزارت انکشافات بعدی به می خاطر وزارت صلح را درست کرد که در اونجا اکثرت یک جناب بود و طبیعی است که باید عکس العمل نشان میداد، وزارت صلح را درست کرد. ایره باید یک تجربه ناکام است، پس از این باید تلاش کنیم که ایره تکرار نکنیم. البته پیش زمینایی هم در ارتباط با چگونگی نشست سه جانبه شما و آقای غنی و آقای کرزی بوده، طبیعی است که یک طرح هم بوده یک پلان هم بوده. اگر قرار باشه توافق شود روی حکومت و آقای غنی رو رسمیت بده این شورا را و این شورا هم شکل بگیره، حالا صرف نظری که طالبا چی میگیره، انکشاف بعدی چی خواهد بود؟ کدام کار را در ولایت است؟ این کار در ذات خود ارزش و اهمیت خود را داره، منتج میشه به یک اجماع سیاسی واقعی، نه دروغین و فریبنده.
ما را کمک میکنه در جهتی که بتانیم موازی خود توحید کنیم در همه بخشا. در جهت بله بوران هم کمک میکنه، در جهت رسیدن به صلح هم کمک میکنه، در جهتی که بتانیم مذاکرات موفقانه با طالبا داشته باشیم هم ما را کمک میکنه. نظریات خود در رابطه به طرح صلح حل بوران کشور هم توحید میکنیم و بر صورت در ذات خود کار اهمیت و ارزش خود داره. بگذاریم یک بار توافق عملی شود، شورای عالی دولت هم تشکیل شود و آقای رئیس جمهور توافق همه جهات های شامل دولت را به دست بیارم و با رهبرایی که عضو شورای عالی دولت خواهد بود با اینا هم یک نشست داشته باشم و روی جریانات بعدی در اونجا بحث کنیم و تصمیم مناسب را بگیریم. یک نقطه هنوز باقی میمونه که گاهی اوقات تصمیمات آقای غنی قابل پیش بینی نیست و ما ضمن تمام خوشبینی هایی که برای ایجاد شورا داریم که میتواند تا حد زیاد را مشکل حل کنه، یک چالش هم هست که اگر محاسبات غلط رقم بخوره یا اشتباه رقم بخوره چی چیز قابل تصور است؟ فکر میکنین این طرف شما فکر کردین برش پیش بینی دارین که اگر 8 روز 9 روز میشه 9 روز 10 روز میشه و بالاخره هفته دیگه میآید قابل ازی است که هنوز هم شما خوشبین باشین برای ایجاد این شورا یا نه؟ همیشه باید امیدوار باشیم و کاری بکنیم که امیدواری ها را بیشتر کنه. منتج به یأس و ناامیدی نشه. کاری نکنیم که باز این و نشستا هم ناممکن باشه. متاسفانه برخی سابقه خوب در مورد تعهدات خود ندارن. ما از ایده شکایت داریم، از ایده زیادی. ما با مجموعی ثبات و همگیرایی هم تعهدات داشتیم در جریان انتخابات و بعد از انتخابات در مورد اینکه نتایج انتخابات نمیپذیریم به هیچ صورتی و امثال از اینا، ولی متاسفانه اونا به تعهد خود نایستادن، رفتن همه تعهدات خود را زیر پا گذاشتن، تعهدات قسمگونهشان و رفتن با آقای اشرف غنی توافق کردن. این مشکلات هست در بین احزاب سابق از این ناحیه. مشکل مامی است که این مشکلات ما را برده بلا بیبران. اما عرض مامی است که اما در این نوبت بر صورت یک تقسیم الاوقات هم تعیین شد و چیزی هم نیست که به ضرر کسی باشه و چیزی را از دست بده، یک امتیاز را از دست بده و ترجیح بده که یک عقب نشینی کنه. یک ساختار انبو از اتهام هم هست. آقای غنی میخواد ابقا کنه خدا، آقای غنی میخواد وقت کشی کنه، آقای غنی به یک شکل میخواد بازی کنه. مواردی که انتقاد میشه سر آقای غنی، حالا فکر میکنین که این چالش هنوز هم اونو خوشبینی ها را تحت پوشش قرار بده یا نه؟ فضا و شرایط طوری است که مجال برای هیچ کس نگذارده و زیاد به حدی پیچیده است که هر انسان عاقل باید را درک کنه که وقت کشی به نفعش نیست و گذشت زمان به سود ما نیست. نگرانی یکی آقای غنی داره از خلای قدرت است، احتمالا این شورا شکل بگیره و آقای غنی را اعلان کنه. چی زمان آقای غنی قدرت را واگذار خواهد کرد و یک تشکیل نو؟ پس محترم عرض کنم که اصلا خلای قدرت به وجود نمیاد. در طرحی که ما داریم توافق صورت گرفته اصلا خلای قدرت به وجود نمیاد. طرح ما ایست که نظام باید بال خود باشه با همه ادارات و تشکیلاتش، نیروهای امنیتی و حتی در قانون اساسی هم باید فعلا تغییری نیاید، مگر در مواردی که شورای عالی دولتی ضرورتی را احساس کرد که برخی از مواد را تعلیق کنه. در قانون اساسی افغانستان آقای غنی صاحب قماندان اعلی است. عرض مرا بشنوید که کی امر را نهی خواهد کرد؟ عرض مرا بشنوید که ما به این نظریم که این مسائل همه باید محول کنیم به بعد از تدویری لوی جرگه، بعد از اینکه شرایط مسائل شد، انتخابات برگزار شد، بر ریاست جمهوری، بر پارلمان و شوراهای محلی هم
را باز شد برای تشکیل لوی جرگه. همه این مسائل محول میکنیم به تا او زمان قانون اساسی تعلیق خواهد بود بله؟ نه هرگز نه، قانون اساسی هم بال خود ادامه میتونه، مگر بنده های از قانون اساسی که در امی مدت و برای حکومت انتقالی ایجاب میکنه که یا در او تعدیل بیا یا به تعلیق گذارتر قانون اساسی. چی وقت آقای غنی باید کنار بر از دید شما؟ زمانی که توافق صورت گرفت، زمانی که توافق در این طرف هم توافق صورت گرفت و با طالبان هم به یک موافقه رسیدیم، اونا هم پذیرفتن که با تشکیل یک حکومت انتقالی برای مدت کوتاه غیر ائتلافی موافق. در این زمان است که ما بر افراد فکر میکنیم، برای مجموعه که حکومت انتقالی را خواهد ساخت برای فکر میکنیم، لیست تهیه میشه، توافق صورت میگیرن و بالاخره در موردی که رئیس جمهوری حکومت انتقالی کی باشم، در اون زمان است که ما فیصله نهایی را خواهیم کرد و تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. بسیار تشکر. البته دی انکشاف تر څنګ ځینې نور پوښتنې هم د سیمه ییز سیاستونو په اړه شته، مخصوصا د پاکستان. پاکستان تر کوم بریده توانمندي لري چې طالبان تر فشار لاندې راولي؟ پاکستان ځینې ژمنې کړي کابل سره، او دا ژمنې کیدای شي لاره پرانیزي د یو نوي نظام یا نوي ساختار ته، یا حداقل هغه تمهیدات ایجاد کړي چې موږ سوله پرمختګ وکړي. آیا دیدی انکشافاتو چې به کورنی ډګر کې کیږي، دیدی موافقیت به تړلی وي د سیمه ییز سیاست سره، مخصوصا د پاکستان سره؟ که پاکستان په ځینو مواردو کې نه وایي، څومره کورنی انکشافات او پرمختګ کیدای شي هغه اهداف چې په توافق شوی یا وړاندوینه شوې ده هغه ته ورسېږي که نه؟ یو لنډه ته بیرته بیا ښه راغلاست. د پاکستان موضوع، پاکستان تاسو سره هم تللی وئ، څو سفر هم کړي پاکستان ته، جنرال باجوه راغی کابل ته. څومره د پاکستان په نیت او ارادې کې تغییر راغلی؟ واقعا پاکستان غواړي چې افغانستان کې سوله تامین شي؟ تاسو باندې ما ته وضعیت داسې معلومیږي چې د افغانستان په قضیې کې ټول دخیل بهرني لوري زموږ د ګاونډیانو په شمول له دې جنګ ستړي شوی، د جنگ خاتمه غواړي، خپلو منځونو کې هم توافق کړی، په یو سطح ماسکو کې توافق وشو، خپله ګډه موافقه هم اعلان کړه، دوه جدي قاطع څرګند پیغامونه یې د افغانستان دوه لورو ته درلود، هم د کابل حکومت ته چې باید یو نوی حکومت جوړېدو سره توافق وکړي، چمتو یې چې اقتدار یو نوی حکومت ته چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي د سولې حکومت انتقال شي، یو سری یو څرګند پیغام دا و. بل هم د طالبانو اسلامي امارت چې دغه هیوادونه د طالبانو د اسلامي امارت د یادې حمایت نه کوي، د جنګ خاتمه غواړي. استانبول ناستې کې به هم همدا هیوادونه یي چې په مسکو کې دا اعلامیه لاسلیک کړی و، اعلان کړی و، او د هغه په شمول هند او ایران به هم یي، او زموږ ټول شمالي ګاونډیان به هم، یعنی چې دلته به د دغو هیوادونو یو اجماع رامنځته کېږي، او یقینا چې د دوی ګډه فیصله به همهغه چې په مسکو کې اعلان کړي. دا شایي چې دوی ټول نر متفق دي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسېږي. تازه مورد پاکستان و دی افغانستان ترمنځ؟ پاکستان ته راځم. د پاکستان له همکاري نه هم متحده ایالات راضي دي، او په څرګندو الفاظو وایي چې هغوی مرسته کړي، او که د هغوی مرسته نه وایي نو د دوحې مذاکرات هم نه کېدل، او د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق هم نه شو کېدلی، د طالبانو د کابل د حکومت ناست هم نه کېدله. په هر صورت د پاکستان له دریځ او همکاري نه هغوی راضي دي. له ښاغلي جمهور رئیس سره چې محکمه ناسته درلودله، یو موضوع همدا وه چې هیات راغلی و، د پاکستان لوی درستیز، د برېتانیا لوی درستیز، څه پیغام یې درلود، د هغه له اظهاراتو نه هم داسې پوهېدلی یم چې راضي و او هلامان
چې پاکستان هم هغه ته اطمینان ورکړی چې له خپل ټول اثر او رسوخ په استفادې سره به هڅه کوي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې د استانبول په مذاکراتو کې شرکت وکړي او له دا بحران د مذاکراتو له لارې حل شي. او بیا مخصوصا د بریتانیا د لوري درستیز په حضور لا زیات دوه ورځې وړاندې وروسته د باجوال سفر نه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غبرګون درلود د افغان حکومت په دریز چې پاکستان طالبان حمایه کوي پاکستان هغوی ترغیبوي هغو ته یې ځای ورکړی او د افغانستان جګړه غواړي مشتعله کړي او دا موارد فکر کوم چې یو څه اوس هم ستونزې شته. زه باید په ټول صراحت او جرأت سره ووایم چې د دې لوري نه چې چا په دغسې یو حساس فرصت کې کوم اظهارات کړي کاملا غیر مسؤولانه وو او شرورانه وو. همدا حکومت وو چې هر څوک چا چې دغسې اظهارات کړي چې قطعا نه یې وخت وه او نه دوی په دغسې پوزیشن او موقعیت کې دي چې داسې اظهارات وکړي. فقط یو شرارت چې یو ښه فضا رامنځته شوې ده چې د ښاغلي غني د ولسمشر په توګه د ښاغلي غني او د هغو د معاونینو ترمنځ تفاوت د نظر شته په دې مواردو کې؟ یقینا چې شته. ما د اشرف غني په ناسته کې د هغه نه بل څه اورېدل او د هغه د دوهمې درېمې درجې مسؤلینو نه بل څه اورم. دوی د جنګ شعارونه ورکوي او هغه د سولې پلوي کوي. هغه چمتو دی چې د سولې په ارتباط راته ویلي دي چې هره قرباني ته هم چمتو ده. نه، ښاغلی غني خپل په معاونینو کنټرول نه لري. باید دا کنټرول ولري او دغسې اظهاراتو ته موقع ورنه کړي او کنټرول یې کړي. د ده د ارادې د ملت د ګټو او مصالې د سولې خلاف شعارونه ورکول د جنګ شعارونه ورکول په داسې حال کې چې جنګ توان هم نه لري، د طالبانو سره د جنګ توان نه لري، نورو هېوادو سره خو پرېږده چې د هغوی سره د جنګ شعارونه ورکوي. زه فکر کوم دوی دا کسان دي چې اصلا نه غواړي سولې ته ورسېږي، اصلا د جنګ غوښتونکي دي او د پردیو له لورې معمور شوي دي چې د جنګ شعارونه ورکوي. او دغه ناستې کې تاسو ته څرګنده شوه چې ښاغلی غني خپل د مرستیالانو له خط نه بیل شوی مخصوصا د یو اجماع په اړه؟ ما دا ویلي چې اشرف غني د ټول دولت بس مشر ده او په د دولت عالي شورا کې د هغه شمولیت په دې معنا ده چې ټول دولت په دې کې شامل او فرد فرد چې ښاغلی جمهور رئیس د جمهور رئیس په توګه منلی باید د هغه تصامیم ته درناوی ولري، داسې اظهارات ونه کړي چې د هغه د رایې نظر مخالف ده او د شخصي نظر ده. زه باور لرم چې دا شخصي نظر یې. آیا ښاغلی غني د ښاغلی غني مرستیالان د ښاغلی غني برخلاف نظر ورکوی شي په بهرني سیاست کې مخصوصا؟ دا خو باید تاسو خپله قضاوت وکړئ چې داسې کړي دي که نه. ملت هم شاید چې داسې کېږي که نه. زه وایم چې داسې کار باید ډډه وشي، د شرافت تقاضا هم دا ده چې که تاسو جمهور رئیس له سیاستونو سره موافق نه استعفا وکړئ، پرېږدي دغه څنګ. اما دا چې دغه په څنګ کې یاست او د هغوی د رایې او د نظر او د تصامیمو مخالفت کوئ، دا نو یقینا چې د قابل د توجه نه ده، قابل د معافی هم نه ده، قطعا قابل د توجه نه. هیڅ شریف انسان سره نه شایي چا مرګر ته چل شي کولی ترې بیل شي. ولې باید دغه په داسې حال کې چې دغه مرګری امتیازات هم ترلاسه کوي او بیا دغه په خلاف شعارونه کوي، حتی دغه په خلاف د جنګ اعلان کوي، ما ته قطعا دا قابل توجه نه ده چې یو څوک د دې جمهوریت نظام دولت احسانات او مرهونی امتیازات هم ډېر ترلاسه کړي، القاب هم ترلاسه کړي او بیا راځي د همدې حکومت مخالفت کوي. که چا کې څه همت وي او شرافت باید د حکومت له څنګه بیل شي، دغه مخالف دریز غوره کړي، نه دا چې هم د دولت سره هم د دولت سیاستونو مخالفت کوي. بیا راځو په سیمه ییز نقش، مخصوصا د پاکستان. مخکې پاکستان چارواکو خپل اندېښنې ښکاره کړې وې د هند له نفوذ نه او په جګه سطحه، حتی پرویز مشرف یو نظامي ورسول پاتې شوی و، هغه ویلي و، سرتاج عزیز ویلي و چې موږ هند سره نیابتي جګړه کوو، د هند نفوذ دی او له افغان خاورې څخه موږ ته تهدید وړاندې کوي، یا دغه نور موارد چې د کابل او اسلام آباد پس
دیپلماسی اغیزه درلودله اوس کله چې باجوار ازي تبيده چې حکومت نه حکومت ده کوم مشروع غوښتنو ته باید پاکستان ځواب ورکړ شي چې همزمان کومک وکړي د افغانستان سول لپاره لومړی خو باید عرض وکړم چې موږ د دې پلوي کوو او باندې تاکید او ټینګار کوو چې افغانستان باید د ټولو بهرنیو هیوادو په ارتباط یو متوازن سیاست ولري که دا د هند او د پاکستان ترمنځ ده که دا د سعودي او د ایران ترمنځ ده که دا د امریکا او چین او روسیې ترمنځ ده یو متوازن سیاست باید غوره کړي یو لوري ته متمایل نه شي په یو لوري تکیه ونه کړي د یو لپاره ونه جنګېږي د یو لپاره د بل په خلاف جنګي ستراتیژي غوره نه کړي د نورو جنګونه او رقابتونه باید افغانستان ته رانتقال نه کړي افغانستان باید خپل بېطرفي حفظ کړي خپل ملي مسالې او په ارتباط باید غور وکړي دا هم د پاکستان حق ګڼو چې ووایي د افغانستان خاوره باید د پاکستان په خلاف د ده د رقیب له لورې نه ترې استفاده ونه شي معاش افغاني ته هم دا ویلي چې باید د پاکستان دغه اندېښنه رفع شي باید د هغوی دغه غوښتنه دا اندېښنه د پاکستان په ځای ده کاملا سل په سلو کې په ځای ده یعنی هند له افغانستان نه تهدید ای پاکستان بله شاید زیات مناسب نه چې په دې باندې اوس بحث وکړو دا به پرېږدو یو بلې مرکې ته چې تفصیلي بیا په دې باندې خبر وکړو په هر صورت دا د اسلام آباد حق ده او زه ممنون یم چې پاکستان خپل هغه ټولې غوښتنې یوازې په دې کې راخلاصه کوي ما ته تضمین راکوي چې د پاکستان د افغانستان خاوره به زما د رقیب به هند له لورې زما په خلاف نه کارول کېږي زه نور هېڅ غوښتنه نه لرم یو استخباراتي نظامی تړون چې امریکا او انګلستان هم په ټینګار کوي او د افغانستان نظامی ځواکونه به روزنه او نور مسؤلیتونه پاکستان ته د ناټو په ځای ورکول کیږي او پاکستان ته به د استخباراتي عملیاتو چانس ورکول کیږي هغه ګنګوسي دي چې په ټولنیز ډول خلکو کې اندېښنې پیدا کړي دا شیان هم شته په غوښتنو کې ستاسو فکر دا خوشي د یو تعداد داسې بیهویت منحتو کسانو تبلیغات دی چې له هېڅ سره خبر نه دي ماموریت ورته کړی شوی دی چې همداسې تبلیغات وکړي او پېژني هم چې د چا په اشاره داسې تبلیغات کوي قطعا هېڅ حقیقت نه لري اصلا زما معلومات دا ده چې په دغه ناسته کې په دغو امورو کې قطعا بحث نه شي تاسو یوازې کارتر د بریتانیا لوی درستیز فقط دومره ویلی دی چې دلته ګډ منافع دی د مرکزی آسیا پورې د تګ راتګ مسله ده ترانزیت موضوع ده دغسې مسایل هغوی یاد کړي دي اما دا چې پاکستان دی په دې ارتباط کوم شرایط وړاندې کړي ما نه له ښاغلي اشرف غني نه اورېدلي دي او نه ګمان کوم چې داسې مسایل دي مطرح فقط دلته د سولې په ارتباط خبرې شوي فقط چې موږ له خپل ټول اثر رسوخ نه په استفادې سره طالبان دې ته چمتو کوو چې د استانبول په ناسته کې برخه واخلي تشدد راکم کړي او مرسته کوو صادقانه توګه مرسته تاسو کورنۍ پیشرفت احتمالي پیشرفت ډېر خوشبیني وښودله او ووم ویل چې ممکن ډېرې ستونزې حل شي له دغه کارو سره سره موږ پاتې شو بهرني یو عمده نقش ته چې د افغانستان په سوریې جګړې کې اغیزه شوی تاسو خوشبینی هستی چې پاکستان به همکاری کوي بله زه هلمن یم چې هم پاکستان صادقانه مرسته وکړي او هم دا نور هیوادونه چې د استانبول په ناسته کې به شرکت کوي زموږ شمالي ګاونډیان هم هند ایران چین روسیا امریکا قطر پاکستان ترکیه د کوربه به د دې ناستې ټول به یو ګډ توافق کوي په څو اساسي خبرو باندې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو دا جګړه پای ته رسوو د جنګي لوري حمایت نه کوو د افغانانو د ګډ تصمیم ملاتړ او حمایت کوو که دغسې یو توافق وشي زه باور لرم چې دا له موږ سره مرسته کوي چې دا بحران حل شي او ټول هم او غم او توجه باید په همدې باندې تمرکز هم په همدې باندې چې دغسې یو فیصله له استانبول نه راوځي افغانان خپلو منځونو کې هم توافق کوي او دې هیوادونو نه هم دغسې یو تعهد واخلي له دې نه علاوه څه نورې مسلې هم دي چې باید موږ له دغو هیوادونو تعهد واخلو مثلا
دا چې ډیری سیاستوال دلته چې غارت کړي ملي شتمنې غارت کړي دي بهر ته انتقال کړي دي کورنۍ مالته د دوه تابعیتام دي شتمنې په بانکونو کې دي له دغو ټولو هیوادو باید یو کلک تعهد واخلو ټول دغه غله چې تاسو ورته پناه ورکړې شتمنې هم د دوی کورنۍ هم او اقامه هم ورکړې دا باید مسترد کړي افغانستان ته چې دلته خپل حسابونه تصفیه کړي او له خپلو ټولو شتمنیو سره دا تعهد هم باید له ټولو واخلو همداراز یو بل کلک تعهد باید له ټولو واخلو هغه هیوادونه چې په دې جنګ کې برخه اخیستې په افغانانو باندې بمونه او راکټونه ورېدلې بې موجبه راغلی زموږ هیواد یې اشغال کړی موږ یې وژلي شپږ میلیونه مهاجر لا تر اوسه پورې لرو یو نیم میلیون مخکې شهیدان شوي دي یو میلیون په دې جنګ کې شهیدان شوي دوی نه باید د غرامت غوښتنه وکړو دا جدي او قاطع غوښتنه د ټولو هغې زه د افغانانو ته وایم که همت لرئ میړانه لرئ او راسې دغه کار وکړئ د دې په ځای چې لګیا یاستئ خپلو منځونو کې په یو کرسیو په عضویت په یو شورا کې راسې په دغسې مهمو مسالو باندې تمرکز وکړئ د دغسې یو موقف نه حمایت وکړئ د خپل ملت لپاره ستاسو غیرت تقاضا هم دا ده د افغانیت تقاضا هم دغه د خپل ایمان او د اسلام تقاضا هم دا ده راشئ دغسې یو موقف غوره کړئ د افغانانو لپاره یو عزتمند موقف تاریخي موقف نه دا چې په ډېرو وړو وړو مسالو باندې لګیا وي وړاندوینه دا ده چې موږ به ځو کورنۍ جګړو ته کله چې د سفارتو ویزو بخش ته ځئ قنسلو ته قنسلي بخشو ته فوق العاده بیروبار د خلکو ده چې غواړي له افغانستانه وتښتي کله چې د پاسپورټ برخې ته ځئ یو مخلوق د خدای روان دی هلته چې پاسپورټ لپاره یو متشنجه ذهني توهم په خلکو کې فکر کوي چې موږ کوم فکتور شته چې موږ به هم بوزي واقعا هغه جګړو ته هغه یقینا داسې فکتورونه هم داخل کې شته هم بهر کې هغوی د جنګ دوام غواړي په جنګ باندې پانګونه کوي او د جنګ بل جنګ لپاره تیاری نیسي جنګي شعارونه ورکوي ملیشي جوړوي فهرستونه برابروي سفارتونو ته سپاره چې دومره جنګیالي لرو دومره وسایل امکانات لرو خدمت کې تیار یو دا هسې روانې دي داسې هیوادونه هم شته استخباراتي شبکې هم چې غواړي دا جنګ دوام وکړي موږ دا هیوادونه چیرې دي؟ دا هیوادونه شته تاسو ویل چې استانبول په مسکو ناسته کې توافق وشو؟ او توافق وشو بله خبر ده اما د مالي سیاست بل شی دی اعلاني سیاست بل شی و وګورو چې توافق کیږي که نه بیا په دې باندې عمل هم کیږي که نه دې ته باید انتظار وکړو ولې په هر صورت د جنګ لپاره هم تیاری نیول کیږي ولس له دې نه هم اندېښنه لري اندېښنه یې هم په ځای د چې خلک روان د هېواد پرېږدي هم وجه همدا ده د جنګ وضعیت هم ډېر زیات روښانه نه ده چې نتیجه به یې څنګه وي خلک تشویش لري د همدې تشویش له کبله هغوی بهر ته درنه واکمن هم دا اندېښنې لري دې کې شک نشته هیله مې دا ده چې موږ وتوانېږو چې له د استانبول له ناستې نه د یو ښه فرصت په توګه استفاده وکړو چې هم د ولس دا اندېښنې راپکړو هم د بل جنګ شروع کېدو مخنیوی وکړو د یو افغاني توافق ته ورسېږو راتلونکي نسلونو ته له جنګ فارغ افغانستان مستقل آزاد سرلوړی افغانستان په میراث پرېږدو په انساني علومو کې وړاندوینه ډېره سخته ده چې دوه جمه دوه څلور کله کله خطاپذیري پکې شته اما کله چې راځو د سولې او د جنګ موضوع ته هغه اندېښنې چې خلک یې لري کوم لوري ته موږ په غالب ډول روان یو سولې ته که جنګ ته یا مساویانه دا فرصت چې محترم شبې لږ صبر وکړو شاید استانبول ناست هر څه واضح کړي او مخصوصا که د طالبان او د دولت او عالی رتبه هیئت په کچه ناسته وشي او هلته صفا او واضح خپل دریځونه هم سره یو بل په مخ ته کښېږدي د دې دواړو په رڼا کې موږ کولی شو بیا وړاندوینه وکړو چې آیا د یو نوي جنګ لوري ته ځو او که د سولې لوري ته باید یو څو ورځې نور انتظار تاسو طالبانو سره مخکې هم تماسونه درلودل د مرکز کې ما سره ویلي وو وروستۍ پوښتنه به هم په همدې د خپرونه راونغاړو څومره طالبانو کې دغه موضوع چې تاسو مطرح کړه چې شورا به وي بېطرفه حکومت به وي طالبانو ذهنیت چې واقعا دوی راځي سوله غواړي او دغسې یو ترکیب به جوړي
تاسو ته خوشبین یاستئ؟ ما ماسکو کې د طالبانو له هیات سره ډېره په زړه پورې خوندوره ناسته درلودله، تفصیلي ښه خاطره لرم، د راضي یم. دغه مسایل چې دلته موږ له ښاغلي اشرف غني سره یاد کړي او توافق ورباندې شوی، تقریبا دا مسایل هلته ما هغوی سره یاد کړي، د هغوی له لورې مې منفي ځواب نه دی اورېدلی. انتباه مې همدا ده چې زما خبرې په ټول غور او انحماق سره اورېدلې ده، خو آیات داسې و چې نه شو کولی ما ته وروستی ځواب ووایو. دې ته ضرورت لرو چې د طالبانو له یوه لوړ پولې هیات سره سې مشرانې کښې شامل د هغو سره کښېنو په هغه باندې پوه شي. یو مطلب بل هم چې فکر کوم ضروري به وي، د اواخرو کې موږ د امریکایانو د وتلو د څرنګوالي په ارتباط د اختر په خطبه کې څه مطالب ویلو، په دې مو اعتراض کړی و چې دوی وتلو څرنګوالی کاملا غیر مسؤولانه ده، څرنګوالی غیر مسؤولانه ده. لومړی خو د دې کبله چې دا وتل باید د هغه معاهدې مطابق وای چې دوی له طالبانو سره کړي، په یو اړخیز توګه هغه معاهده نقص کول دا یو غیر مسؤولانه اقدام و. همداراز دا چې دوی وځي او اډې تخریبوي، تاسیسات له منځه وړي، خپل وسایلو تجهیزات تخریبوي او د کباړ په بیه پلوري، د دې په ځای چې حکومت ته یې وسپاري. یعنې څه په دغو اډو باندې په میلیاردونو ډالره مصرف شوي، او پرته له دې نه چې د کابل حکومت سره پرې بحث وکړي چې کوم تاسو نه شئ توانېدلی، نه شئ استعمالولی، نه شئ ترې استفاده کولی، په ګډه یې تخریب کړي. اما چارواکي خبر نه دي، د هلمند اډې ته ځي چې ګوري هر څه خراب وران شوي، ویجاړ شوي بارکونه، ویجاړ تاسیسات تخریب شوي، تجهیزات تخریب شوي. هغه وایي چې زه حیران شوم، فکر م نه کوه چې امریکایان به داسې په عجله سره وځي او بیا به دغسې چلند کوي. یقینا چې د دوی دا وتل کاملا غیر مسؤولانه و، د سخت اعتراض وړ، د سخت غندلو او محکومولو وړ. امریکایانو کولی شو چې داسې ووځي چې دلته سوله راغلي، په همدغه موده کې د همدې معاهدې مطابق چې دوی له طالبانو سره کړي، کابل حکومت دې ته چمتو کولی شو چې یو توافق وشي، یو حال باندې توافق وشي. همدا خبر چې نن کېږي چې اشرف غني نن دې ته چمتو ده چې یو انتقالي حکومت جوړ شي، او موږ همدا دی له هغو سره مذاکرات پیل کړي، له طالبانو سره به په همدې ارتباط خبر شي. دا کار څو میاشتې مخکې هم کېدلی شو. ولې دا زیاته مننه، فکر کوم چې وخت هم تمام دی، کور ودان لدنه چې موږ سره موضوع راوړو. خوشحاله لیدونکو لرم چې تر دې دمه موږ سره و، تر بیا لپاره.